اولین نوشته های که در مورد افغانستان نوشته شده توسط یک خارجی و این خارجی به افغانستان مسافرت کرده و از کابل آمده گذشته، این در زمان چیز بود، تیمورشاه. این آدم به نام جورج فورستر انگلیسی بود. من در مورد این کتاب وی که اولین کتاب است که بر صورت رسمی در غرب نام افغانستان نوشته میکنه در عنوان خود، این کتاب در دو جلد است پیش من. ای در ای اصلا در شخص آقای جورج فورستر در سال 1783 از افغانستان، 1783 یعنی احمدشاه عبدالی در سال 1760 چند وفات کرد، یعنی در حدود 10-12 سال یا 16 سال بعد از وفات احمدشاه عبدالی آدم به کابل به افغانستان آمد. و در عنوان کتاب شما بخواهید ببینید، در عنوان کتاب است نام افغانستان، و آقای لعزاد امی کتاب که نقد که نوشته کرده تایید میکنه که در این کتاب آقای جورج فورستر بیش از 20 بار نام افغانستان میگیره. آقای لعزاد که ادامه میکنه که افغانستان بود، شروع کرده در مورد افغانستان تحقیق کنه، تاریخ نوشته کنه، قضاوتی کرده بود که این در این کتاب فیلیش آمده. در این کتاب فیلیش میگه که افغانستان انگلیس ها نامشه سرش مونده و افغانستان از سال امیر عبدالرحمن خان و امان الله خان شروع شده تاریخ افغانستان. اما آقای جورج فورستر خلاف از رو میگه. آقای جورج فورستر میگه که این آدم یک چیز بود، یک محقق بود، به نام مسافر آمده بود، کمپانی هند شرقی روان کرده بود از بنگال، وظیفه گرفته بود که بره از طریق کشمیر به افغانستان و باز از افغانستان بره بگذره افغانستان، باز بره فارس، باز از فارس روسیه بره، باز لندن بره. این سر شطر میرفت، این یک چیز هم داشت، یک ترجمان هم داشت، امرای خود، یک آشپز هم داشت، دیگه پای بارگاه و بارگاه میرفت. این وقتی کشمیر میاید، چون گورنر کشمیر از کابل تعیین شده، هم تو میای به ملتان، هم تو میای به لاهور، هم تو میای به پشاور، باز میای کابل. خب بس ما قصه اجله بعدا میکنم. یعنی کتاب آقای لعزاد 10 سال پیش ندیدم، هیچ خبر نداشت. من در این مورد که مقاله نشته کرده بودم، فکر میکنم یک 10-12 سال پیش در فیسبوک و این خوانده بود و این بسیار تعجب کرده بود که در اون زمان چرا نام افغانستان کسی گرفته در دنیا. ای از من خواهش کرد که تو امو مأخذ اثر برش امی فوتوکاپی کنم، روان کنم، من مصفحه که نام افغانستان هست. من یادم نیست، درست من شایدم اشتباه کنم که چه قسم مایل کمونیکیت کردمش. من امی کتاب پشتیش و امی چند صفحه که نام افغانستان هم یک نمونه برش روان کردم. منظور می ایسته که آقای لعزاد از من دو زمان خواست که این کتاب کی است، چطور است، من برش نشته کردم که این برای من گفت خیلی تو بگید برای من یک اکس یادم دو سفر یا چهار سفر بگید که نام افغانستان رو بده. می فهم این وقتی این خان آقای لعزاد برای من چی گفت؟ من به خاطر این یاد دارم که این گفت آقای لعزاد یادم است. آقای لعزاد به من گفت که جورج فورستر این از خود ساخته. چون آقای لعزاد انتظار نداشت که در سال 1782 در یک کتاب رسمی در یک آدمی که از طرف کمپانی هند شرقی آمده کابل بیایه و بگویه من آل افغانستان هستم، و جورج فورستر حدود عربی افغانستان نشته میکنه، نشته میکنه که یک فرمول داره. میگه فرمول ما ایست که هر جایی که منطقه که خطبه نماز جمعه را به نام تیمورشاه میخواند، منطقه افغانستان است، قلمرو افغانستان است، خطبه اینا میتونیشتن میکنه، هر جایی که خطبه را به نام احمد به این خاطر از افغانستان از کشمیر میگیره تا به نزدیک مشهد
حتی در نزدیک مشهد نشته میکنه، با وجود که مردم اینجا فارس یا شیعه هستند و یا سنی‌ها را بسیار بد میبینن، حتی گفت سنی ها یا مسلمان نمیگن، اما احمد چای بابدالی دولت افغان همه نشته میکنه دولت افغان در اینجا بسیار عادلانه همراهشون رفتار میکنه، عادلانه رفتار میکنه بمیلید نشته. خب یعنی آقای لالزاد تعجب کرده بود چرا در سال 1782 امین نام افغانستان یک در کتاب نشته کرده. میفهمید چرا این تعجب کرده؟ برای اینکه تمام تیوری‌های ذهنی آقای لالزاد خراب شد. تمام نوشته آقای لالزاد به این استواره است که چرا مخالفت میکنه با نام افغان افغانستان، برای اینکه میگه که این از یک قوم نمایندگی میکنه، اسم قومی است، اسم قومی است. ما بعدا در این مورد صحبت میکنم، اما او میگه که امین شما که میگین که مربوط یک قوم بود، خب خیلی وقتی که ایراد یادم میاد ایراد همش پشتون است، صحیح است که در ایراد پشتون ها زیاد هستند، عبدالی هستند، دیگه هستند، دیگه هستند، ولی این خب مردم های دیگه هم سیار است در هرات، در بادغیس، در اطراف دیگه، از فرا که میرین به این مناطق. خب وقتی که افغانستان هرات شامل افغانستان میگیره، این خود شامل معلوم میشه که و کابل معلوم میشه که منظورش شما سعی کنین بعد از یادم بعد از امی جورج فوستر که، اما این چقدر اهمیت داره این کتاب؟ تمام چیزی که استادای امی نویسنده سیاستمدارای انگلیسی راجع به افغانستان میدانن از امی کتاب میآید و از یک کتاب دیگه میآید به نام تاریخ فرشته. این کتاب هم دارم، این کتاب هم اینجاست پیشم، تاریخ فرشته. این در 4 جلد است، مدام تمام جلد هاش دارم. این هم چیز این در زمان اکبر پاچانش شده و این تمام معلومات اروپایی ها در مورد هندوستان و منطقه از این کتاب تاریخ فرشته گرفته شده که به زبان دری نوشته شده، اگر آقای لرداد خوش میشه به زبان فارسی نوشته شده، توسط یک ایرانی نوشته شده، یگانی برام یک ایرانی برام ابوالقاسم فرشته. این آدم کسی بود که در زمانی که صفوی به علم یا علاقه نداشتن و مردم عزت میکردن، یه از ایران خارج شد رفت به هندوستان و از هندوستان هم پادشاهی وقت سری خواهش کرد که تو راجع به تاریخ مسلمانان در هند برای من یک کتاب نشته کن، باید این کتاب نشته کرد. خب به صورت منظور میسته که یعنی در اون زمان آقای لالزاد بسیار شوکه شد که یک خارجی یک اروپایی نشته کرد. خب من میایم به این کتاب آقای لالزاد. کتاب آقای لالزاد ما گفتم که پی دی اف شه گرفتم از پیشش، ما این ورق زدم، این کتاب نیست، یک مجموعه گردآوری شده کتابی نمیتونیم گفته، بلکه که اصول کتاب نویسی نداره. کتابش اول فهرست مندرجات نداره که شما باز کنید برین پیدا کنید چیزی نداره. دو منابع و مخارج در کل کتاب و در آخر کتاب نوشته میشه یا اول آورده. اول چرا آورده؟ برای اینکه نشان بده به خواننده را زیر تاثیر قرار بده، خواننده را اینطور کنه در روی خواننده بزنه که من 500 کتاب دیدی، 500 کتاب من نقشه و کتاب و یادداشت من مرور کردیم. این مقصد آورده انداخته به اول کتاب و هدف ایست که امی خواننده را گیج کنه، در جنگل داخل کنه که راه خود پیدا نکنه که چطور از جنگل خارج شوه. شما برای از این که افغانستان ثابت کنی که از زمان این نقشه افغانستان فیلی را که وقتی میگه این امی افغانستان فیلی با نیم نقشه، این افغانستان این امیست، نه این بیخ داره، نه بنیاد داره، نه اساس داره، نه هیچ چیز نداره، این امیست افغانستان، نه این سابقه تاریخی نداره، این دیگه نداره، این دیگه نداره، به این خاطر چندین نقشه ها را بوده. خب شما ضرورت به آیا این کار وجود داره؟
موسی کن یک کشورها در طول زمان کوچک میشن، بزرگ میشن، خرد میشن، دیگه میشن، دیگه میشن. این طبیعی است. ممالک به یک شکلش از اول تا آخر نمیمانه. ما این ممالک در بطور مثال افغانستان خودشون میگه این تعجب میکنه که چرا در افغانستان هر جای یک حاکمی، یک زمیندار بزرگ، یک خان بزرگ برای خود حکومت میکرد. یا این نشان میده که دولت اینجا نبوده. و برادر این مملکت ملوک و توایفی بود، صحیحی که در هر کس هر جای یک بیرش خود داشت حکومت میکرد، ولی در نماز جمعه رو به نام تیمورشاه میخواند. خب امو آدم ها خب با اینوار سکنی بله سکنی سکنی اگو تکیسه ما در اون زمان این ملوک توایفی میکنیم، توایفی میگیم و این آقای لرزاد حکم به این میکنه که این مملکت پراکنده بود و یک جغرافای معین نداشت چیده. خب برادر ما در اون زمان این ملوک توایفی میگیم، امروز امریکا این فدرالیزم میگن، هیچ فرق نداره. شما ایالت های خودمختار دارین در روسیه، چند منطقه خودمختار دارین؟ منطقه داغستان است، منطقه چشنیا است، منطقه تاتارستان است، خودمختار است. در خود امریکا کالیفرنیا اینمون خودمختار است، در او در امور داخلی خود. خب به حساب ما شما به نام چیز میگفتیم، شما ملک توایفی میگفتیم، ولی امروز یعنی فدرالیزم میگن. این تفاوت نداره، تفاوت نداره. اینا رو شما اما مهم است که در مجموع امین مرکزی را قدرت مرکزی، آل قدرت مرکزی در امریکا در بالای ولاد چقدر است؟ بسیار ضعیف است. این گپایی که من نمیال میزنم در مورد تعریف ملکوت وایفی و فدرالیزم امروزی، من نصف کتاب 1300 صفحه آقای لرزاد او طرف میپرد، چون این کوشش زیادش همی بوده که نشان بده دولت های ما ضعیف بوده، این پادشاه قدرت نداشته، در سر نام افغانستان سرکلش نبوده، در اینجا بوده، در اونجا به ایراد چه وقت نمار بیت افغانستان داده، بازی چه وقت جدا شده، باز پس چه وقت اومدم شمال. تمام کوششش در این نقشه هاییست که نشان بده شمال افغانستان، شمال هندوکش مربوط افغانستان نبوده. چون وقتی آقای امی این پسان خیلی کتاب خانده مکبرش گفتم، این کتاب آقای جورج فورستر، جورج فورستر آمد از رای کابل قندار میترفت فرا رفت، این آدم نه مزار رفت، نه قندوز رفت، نه بدخشان رفت، نه بادغیس رفت. بنون از اونجا هیچ خبر نداشت که در اون ولایات چی گپ است، در اونجا کی در کدام حاکم هاست، چی کار هست. از خود چیزی راجع به اون نشتام نکرده. چیزی که در ذهن آقای جورج فورستر است که میبینه، خود میگه که یه نمی کوه های هندوکش به این طرف، یه نمی کلی مناطق است به نام چیز خود به میخوانن آمش های ابداری خود نمیخوانن. یه نمی رو مثلا یه آدم دستاویز میگیره یه بو گویه شمال افغانستان مورد افغانستان نبود. اما این آقای لرزاد همه تو کانوینینتلی فراموش میکنن که شمال دریای آمور خب احمدشاه ابدالی سرحد با حکومت بخارا تعیین کرد. ما در برنامه قبلی با آقای ناصر آریان امیری توضیح کرده مفصل که وقت بعد از اینکه احمدشاه ابدالی به قدرت میرسه در سال 1760 است یا 1760 چند است، یکی از جنرالای خرهان میکنه که تو برو می دریای آمور تعیین کن سرحد با حکومت بخارا که دعوا نباشه دیگه. چون در وقت یکی در ملوک و توایفی ها در مرکزش در تاشقرغان بود، یکی دیگهش در میمنه بود، یه از دوش واکم های مستقل بودن، مردم محل بودن، خود مستقل حکومت میکردن. چون پیش از او کی بود؟ پیش از آمدشای بود خب صفوی ها در قدرت بودن در ایران قندار، صفوی های در ایران قندار، هر کس در هر جایی که بود پادشاه جان خود بود. ای آدم این جنرال پاکتیزمه احمدشاه ابدالی منطقه را دریای آمور سرحد می سازه. این که پس می قندار یکی دو سال بعد امی پادشاه بخارا خیال میکنه که دسترش می گرده که بره امی شمال افغانستان بگیره. وقت این منطقه به نام ترکستان افغانی یاد می شود. حتی در زمان امرالله خان، در زمان عبدالرحمن خان به نام ترکستان افغانی بود. در این نقشه هم که ببینید در نقشه های ملکی در اون زمان همین از هندوکش با بالاکش ترکستان افغانی است و از دریای امو بالاش با ترکستان چینایی بود به اون قسم میگفتنش.
اینو ای پادشاه بخارا میخواد بیاره این منطقه رو لشکرکشی کنه. از این خبر میشه احمد شاه عبدالی خبر میشه، خودش بسر دسته یک لشکر بزرگ از رای ایرات میره، از رای میمنه میره طرف شمال. وقتی پادشاه بخارا از این خبر میشه، از ای آمدن احمد شاه عبدالی خبر میشه، ای فورا چیز میترسه، بسیار بار خطا میشه، میگه با خدا احمد شاه عبدالی دفعه میایم بخارا رو میگیره، چیز رو میگیره، سمرقند رو میگیره، خیوار هم خود گرفته، کل مناطق هم میگیره. این وار خطا میشه، فورا یک قرآن شریف روان میکنه، مردم روان میکنه به پیش احمد شاه عبدالی برای عذر خواهی. میگم نه، این قصد گرفتن افغانستان چیز شمال افغانستان رو نداشتم، شمال ترکستان افغانی رو نداشتم، و به خاطر دیگه نشان بتون من حسن نیت دارم برش خوده، من میخلقی مبارکه که در بخارا نگاه میشه امیر من بر خود توفه میدون، خرقه مبارکه را میده به احمد شاه عبدالی، احمد شاه عبدالی خرقه مبارکه را میده قندار، که امروز در قندار احمد شاه عبدالی بخارا نرفت، بخارا نرفت که جنگ نکده با بخارایی ها، یک رفت این پادشاه بخارا خطا شد که اگر احمد شاه عبدالی از دریای مو تیشه و بیایه بخارا را میگیره، سمرقند را میگیره، بنابراین می توفه داد خرقه مبارکه و این آماشا گرفت فرقه را آن این اردوشان موافقه کردن که این سرحد افغانستان با بخارا دولت بخارا این دریای آموز تا دریای آمو هر دریای آمو بعد که خشکه میشه از منطقه خمیاب در خمیاب پدر کمیسار سردی بود، من اونجا سنف هفت و شش مکتب کنیم چندین دفعه رفتیم ماها بودیم، یک به صورت در اون زمانی که احمد شاه عبدالی بود یک خط مستقیم رفته بود تا دهنه ذوالفقار در پولی که فعلا بین سرحد افغانستان و ترکمنستان و ایران است، خط مستقیم بود کمی پنج دیوی ها شاملش بود مربوط افغانستان بود، اما بعدا روسای تزاری پنج دیر میگیرن. اما مهمیست فوق العاده که بفهمیم روسای تزاری هیچ وقت از خط دریامو نگذشته به جنوب نامده و هیچ وقت هم نخواستن که بگذرن، لشکرکشی هم نکردن، تهدید هم نکردن، و بعد از جوزای تزاری امیر لنین یا که با چیز دولت های افغانستان معایده بسته کردن، امیر احترام کردن، حتی لنین وعده داد که امیر پنجیر هم پس میده به افغانستان و بعد این دادنش اما این وعده را کردن.